محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای سازگارا، این تغییر رویه و دعوت از مخالفان جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیتی مونیخ چه اهمیت داره و هویت چه پیامی بر جمهوری اسلامی؟ البته رویداد مهم و منحصر به فردی میشه گفت است. ببینید، کنفرانس امنیتی مونیخ که خب مثل یک فرومی میمونه که تشکیل میشه، دولت آلمان نیست بلکه یک مؤسسه مستقلی است که با دعوت سیاست مداران یک بستری فراهم میکنه که در فاصله کوتاه بتونن همه همدیگر رو ببینن. و در اساسنامه کنفرانس مونیخ هدف اصلی صلح جهانی و کمک به صلح، شبیه کاری که در داوس در سوئیس میشه برای اقتصاددانا و سیاستمدارا توأم چنین امکانی فراهم میشه. و البته خب در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شاید بزرگترین از این نوع اتفاق میفته هر سال در نیویورک، و به اصطلاح شورت کانکشن میتونن همه همدیگر رو ببینن در فاصله کوتاه و نطق بکنن. امسال اتفاق منحصر به فرد به دلیل حمله روسیه به اوکراین که صلح جهانی رو به خطر انداخته، از نمایندگان روسیه دعوت نکردند. و چون جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین کمک میکنه، آنچنان که آقای زلنسکی هم گفته و همه دنیا میگن، جمهوری اسلامی رو هم دعوت نکردند. در عوض از چهره های مخالفین چند تنی رو دعوت کردند، از روسیه هم یک هیئتی از مخالفین رو دعوت کردند که اونها صحبت کنند. از ایران ها هم طور که در خبرهاتون هست، خانم بنیادی، خانم علی نژاد و آقای پهلوی رو دعوت کردند. فرصت خیلی خوبی است. این به نظرم اهمیت داره برای اینکه جمهوری اسلامی در واقع از یک عرصه‌ای که می توانست برای خودش لابی کنه، رایزنی کنه و خودش رو موجه کنه، محروم میشه. در عوض تریبون در اختیار مخالفین قرار میگیره تا بیش از پیش حکومت رو منزوی کنه.